و اما ماجرای حلبی آباد در زمان شاه. در زمان شاه خیلی این اصلا شغلشون بود که به این ترتیب صاحب زمین می شدن در حاشیه شهرهای بزرگ. اما خیلی ها می آمدن در حاشیه شهرهای بزرگ، قسمتی که بیابون بود، از شهر خیلی دور نبود اما به شهرم خیلی نزدیک نبود و شامل خدمات شهری نمی شد، با مساله بسیار ساده، نه آجر و تیراهن، حلبی و اینجور چیزا، برای خودشون خونه می ساختن. و وقتی که تعداد جمعیت در اون منطقه زیاد می شد، دولت مجبور بود که به اونها خدمات شهری بده و اینجا بود که اینها صاحب اون زمین می شدن، سند می گرفتن بابت خونه‌ای که اونجا ساخته بودن و بعد خدماتی هم که در شروع به طور رایگان بهشون تعلق می گرفت. یادمه که یکی از بچه های چپی جلوی یکی از خونه ها عکس انداخته بود که زمانی که ایشون دانشجو بوده توی یه چنین خونه هایی زندگی می کردن. ایشون توی حلبی آباد بوده، دانشجو بوده، یعنی از تحصیلات رایگان استفاده می کرده. اون موقع امکان این که شما یه تخصص بگیری و بری تو کارخونه جایی کار بکنی بود. و بعد اگر یه خانواده چند تا فرزند دانشجو داشتن، اصلا این پول یک کمک خرج برای اون بچه ها، اون خانواده هم به حساب می آمد. حلبی آباد شرم زمان شاه نبود.